ما همکارم سالار ملاری اینجا در استودیو با من همراه میشه. خب سالار، امروز هم یک خبر غمگین دیگه شنیدیم از درگذشت یکی از عزیزان. بیشتر برامون بگو که عباس معروفی که بود و در واقع تاریخ جایی برامون بگو. اجازه بدید اول تسلیت عرض کنم خدمت جامعه ادبی و فرهنگی ایران به خاطر درگذشت آقای عباس معروفی که درگذشتی واقعا زود هنگام بود و این ضایعه واقعا به راحتی جبران پذیر نیست در ادبیات فارسی. اما بخوایم اگر از آقای عباس معروفی صحبت کنیم، شاید دو وجه عمده رو بتونیم بهش اشاره کنیم. یکی خب همون وجه نویسندگی و خلاقیت ادبی اوست و یکی هم نقشش در راه اندازی چیزی که به گمان من میشه گفت ایجاد نهاد مستقل ادبیات از طریق ایجاد انتشارات، مجله و جوایز ادبی در دوره ای از تاریخ استیلای جمهوری اسلامی که سیاه‌ترین دوره اون هست، یعنی از فاصله دهه 60 تا اواسط دهه 70 که خفقان رو داریم و کشتن صداهای مستقل رو داریم. و آقای معروفی در چنین دورانی تونست با احداث مجله گردون و بعدها جایزه ادبی گردون نقش بسیار مهمی و در دادن صدا به بی صداها، به کسایی که سانسور شدن و کنار گذاشته شدن بده. مجله جایزه ادبی گردون یکی از مهمترین جوایز ادبی بود در اون دوره سیاه و سانسور و برندگانی رو داشت نظیر استاد بهرام بیضه یا احمد رضا احمدی و تونست جمع مهمی از نویسندگان و ادیبان کشور رو دور خودش جمع کنه، هرچند با مزاحمت‌های مدام حاکمیت مواجه شد، با مزاحمت‌های نیروهای اطلاعاتی امنیتی مواجه شد، به خصوص به خاطر نقشی که آقای معروفی مجله گردون برای در راه اندازی مجدد فعالیت‌های کانون نویسندگان بازی کرد یا در مقابله با سانسور قلم میزد. اینا همه باعث شدش که فشارها به حدی برسه که آقای معروفی مجبور بشه ترک وطن کنه و در آلمان بیاد، ولی در آلمان در برلین باز هم از پا ننشست. ایشون یکی از بزرگترین کتاب فروشی های فارسی زبان در اروپا رو تأسیس کرد، خانه هدایت رو در برلین، و بعدش مجدداً کارگاه های نویسندگی رو برای جوان ها برگزار کرد و دوباره همون نقشی رو که در ایران داشت به شکل دیگه در خارج از ایران در غربت اون نقش رو به بهترین شکل ممکن ایفا کرد، چنان که اگر امروز ما با رونق انتشاراتی های مختلف فارسی زبان در خارج مواجه هستیم و با رونق ادبیات مهاجرت، آقای معروفی یکی از پایه‌گذاران چنین جریانی خارج از ایران هست. اما جدا از اون، در وجه خلاقه و نویسندگی آقای معروفی نقش زیادی داشت در ادبیاتی که چند صدایی هست و تیپ‌های مختلف جامعه رو منعکس می‌کنه و در بهترین و مقابله می‌کنه با فرهنگ مردسالاری و خشونت مردانه و سنت مردانه‌ای که در فرهنگ فارسی هست و در ادبیات خوب اینو با ممنون از سازت همکارم سالار ملایری اینجا در استودیو همراه من بودی.